توی پیام‌های اول قرار دیت رو باهاش ست نکن. اگر این کار رو انجام بدی توی پیام‌های پنجم ششم بخوای قرار رو ست بکنی، این مورد نشون دهنده ترس شماست که سریعا میخوای قرار بذاری چون میترسی دیگه جوابتو نده یا رازهایی برای چت و صحبت با یک خانم بعد از آشنایی اولیه برای رفتن به دیت اول و یا وارد رابطه عاطفی شدن هست که اگر مرد این رازها رو ندونه معمولا ریجکت میشه یا وارد فرنزون یا همون دایره دوستان یه خانم میشه یا اصلا دختر دیگه یهویی غیبش میزنه، جوابش رو نمیده و دوباره اون ریجکت به شکل بدتری اتفاق میفته. این چند مدل پیامی که میگم رو بفرستید چون نه تنها جذابیت ایجاد میکنه بلکه باعث ادامه ارتباط میشه و این موارد از دل جلسات کوچینگی که با خانوم ها و آقایون داشتن بیرون اومده، پس با دقت گوش کنید و ازش استفاده کنید. مریم جعفری هستم، روانشناس بالینی، مشاور روابط عاطفی و رشد و توسعه فردی. به کانال یوتیوب من خیلی خیلی خوش اومدید. وقتی به شما یک خانم راه ارتباطی و شماره میده، یعنی از شما خوشش میاد و توی ذهنش لحظاتی شما رو به عنوان یک پارتنر تصور کرده، اما با مدل رفتار و پیامی که بهش میدین اگر اشتباه باشه علاقش رو از دست میده، هیجاناتش از بین میره و اون بلایی که نباید سرتون میاد. بریم که نکات مهم رو بهتون بگم و شروع کنین تکنیک محور انجامشون. مورد اول، از شوخی ها و موضوعاتی که توی شروع مکالمه توی لحظات آشنایی با هم داشتید مجدد استفاده کنید. به عنوان مثال توی فروشگاه با یه خانم آشنا میشین و ارتباط میگیرید. نکته ارتباطیتون اینه که اون خانم داره بهتون میگه من چندین ساعته که دارم میگردم اینجا تا یه لباسی که دوست دارم و برای فصل بهار پیدا کنم و بخرم، اما هنوز موفق نشدم که این خرید رو انجام بدم. حالا ارتباط رو میگیرین و بعد حالا میخواین شروع کنین بهش پیام. مدل پیامی که بعد از گرفتن راه ارتباطی بهتره بهش بدین این مدلیه که بهتون میگم، اما ممکنه توی یه سری از مدل ها من سلام و احوال پرسی رو حذف کرده باشم که خب خودتون رو میدونید و باید بهش اضافه بکنین، چون خیلی از مدل هایی که میگم رو میتونین وسط مکالماتتون بگنجونید. خانم سخت‌پسند چطوره؟ یعنی تونستی لباسی که میخوای رو پیدا کنی؟ آره خریدم، خیلی دوست دارم ببینم چه شکلیه. باید لباس خفنی باشه که بعد از کلی سختگیری انتخاب شده. همه لباسایی که من میخرم خفنه، باید ببینیش. منتظر میمونم که اگر دوست داشتی برای دیت آخر هفته تو تنت ببینمش. من از سورپرایز خیلی خوشم میاد. البته که نباید فراموش کنید که شرایط خاص خودتون رو در نظر بگیرید که آیا لباس مناسب دیت هست یا نه مختص مهمونی. پس منعطف باشید و مکالمه رو به نسبت شرایطتون تغییر بدید. یا به عنوان مثال توی باشگاه با این خانم آشنا میشی یا توی فضای ورزشی و طبق آموزشی که توی ویدیو اول توضیح دادم شروع میکنید به شوخی کردن و سر به سرش گذاشتن. مثلا میگی که یعنی خانما میتونن با کفش پاشنه بلند بدن یا اصلا پشتک بزنن، واقعا خانم ورزشکار میتونه این کار رو انجام بده. اونم شروع میکنه باهات کلی کلکل کردن و صحبت کردن و شوخی. حالا توی پیام هایی که بعد از آشنایی میخوای بهش بدی که به قرار برسه شروع میکنی اینطوری میگی: ببین شاید من نتونم با پاشنه بلند پشتک بزنم یا بودم، اما میتونم یه شب شاب دعوتت کنم، نظرت چیه؟ و در ادامه با روش های دیگهی که میگم مکالمه رو ادامه میگی. پس ببینید اینجا نکته چیه؟ نکته اینه که از همون شوخی، از همون موضوع استفاده کردی و داری هیجانش رو بیشتر از قبل میاری بالا و این ارتباط رو صمیمانه تر پیش میبری، انگار که شما چند سال با هم دوستین و همدیگر رو میشناسید. بند دوم، شروع میکنی از ویژگی های خاصی که داشته که حالا این ویژگی ها رو ممکنه کسب کرده باشه به خصوص تعریف میکنی و مکالمه رو ادامه میدی. مثلا همین دختر ورزشکار رو میتونی از حالا اون نوع ورزشی که انجام میده شروع کنی صحبت کردن که خب مثلا داره کاراته کار میکنه، ژیمناستیک کار میکنه، چه ورزشی رو داره کار میکنه، با همین ترفندی که میگم ادامه بدین و پیش ببرین. ولی من توی این مثال خواستم یه مثال متفاوت بزنم. به عنوان مثال شما توی کافه دیدین این خانوما یا توی راه دانشگاه با کلی کتاب و جزوه، بهش اینطوری پیام میدین که سلام سارا چطوری؟ من حمیدم. دختر، اون حجم از کتاب و جزوه رو تو چجوری تو ذهنت جا میدی؟ چند سال اینجوری درس میخونی؟ اونم بهت پیام میده که آره سخت واقعا، دیگه الان سال سومم. دوباره بهش پیام میدی پس دیگه راهشو میدونی، چقدر دیگه مونده؟
اونم میگه یکم دیگه مونده. و حالا تو اینجا شروع میکنی از یک خاطره، داستان و یا توانمندی خودت توی یکی از فعالیت‌ها تو قالب یه داستان صحبت می‌کنی و در پایان پیامت شروع میکنی یه سوال باز ازش می‌پرسی. منظور از سوال باز این که سوالت طوری باشه که نخواد جواب بله یا خیر یا یه کلمه‌ای بهت بده، مکالمتون رو ادامه دار بکنه. بعد از این مدل ادامه دادن در آخر این پیام رو بهش میدی که دوست دارم بدونم یه دختر که همزمان میتونه جذاب و درس خون باشه برای دیت اول کجا رو میپسنده. اونم بهت جواب میده که خب قطعا کافه یا رستوران. و تو بهش اینطوری میتونی جواب بدی با انرژی مردانه بالا که پس نباید رستورانی که در نظر گرفتم و از دست بدی. فکر میکنم واسه هر دومون ساعت 8 خوب باشه. نظر چیه؟ ببینید نکته‌ای که اینجا داشت خیلی مهمه. شما با انرژی مردانه بالا اومدی شرایط این دختر رو در نظر گرفتی که این تایم درس خوندن داره، تایم دانشگاه رفتن داره. پس چه ساعتی براش اوکی تره؟ خب دختر مستقلی، آیا میتونه 8 شب به بعد بیاد بیرون یا اینکه نه نمیتونه، با خانواده‌اش داره زندگی میکنه. میتونین توی گفتگوهات اینا رو متوجه بشی و در آخر به عنوان یک پسر تایید طلب با تاییدیه گرفتن و برای راضی نگه داشتن شروع نکنی بگی خب حالا پس کدوم رستوران بریم؟ حالا پس چه ساعتی بریم؟ حالا پس چیکار کنم بیام دنبالت؟ حالا پس چه جوری میای؟ این کارو نکنین. مشخص کنین که چه کاری قراره انجام بشه و بهترین خودتون باشین برای این موضوع. شما با انرژی مردانه مشخص کنین و در آخر نظرشو بپرسین که اگر موافقه که همون روند رو ادامه بدین، اگر موافق نیست نظر خودشو بگه که تغییرات ایجاد کنین. حالا میخوام چند تا نکته خیلی اساسی بگم که توی این پیام‌ها حتما ازش استفاده بکنین. نکته اول، شوخی کردن با نمک بودن خوبه، اما توی پیام خیلی زیاد ازش استفاده نکن، چون خیلی از لحن و منظورهای شما درست منتقل نمیشه و ممکنه که باعث سوء تفاهم بشه. تعداد پیام‌هایی که شوخی بالایی داشته باشه خیلی نباید زیاد باشه، در حد خیلی کم یه سری پیام‌ها همراه با شوخی باشه و از یه جایی به بعد صحبت‌ها رو با داستان‌ها و پرسیدن یه سری سوالاتی که مهم‌تر و جذاب‌تر شروع بکنین، ارتباط رو ادامه بدین. حواستون باشه ها که با ظاهرش، با شغلش، با خانوادش اصلا شوخی نکنید. نکته دوم، زیاد پشت سر هم سوال نپرسید. هی خودتونم صحبت بکنید. وقتی یه سوال رو میپرسید اون یه صحبتی میکنه، شما هم صحبتتون رو ادامه بدین در مورد اون موضوع و از دل اون صحبت موضوع بیرون بکشین، نه هی سوال بعدی. یکی از جلسات کوچینگ خانوم از موردی که شاکی بود این بود که این پسره خودش سوال میپرسه و بعد هی بهم میگه تو سوالی نداری؟ تو هم نمیخوای چیزی بپرسی؟ و من از این موضوع واقعا داشتم شاکی میشدم و دقیقاً به خاطر همین یه مورد ارتباط رو قطع کرده، که البته فقط این یه مورد نبود، خیلی از موارد دیگر رو دیده بود و دیگه با این یه مدل رفتار به سوتو اومد. نکته سوم، همیشه نگران نباشید داره سرد جواب میده، گرم جواب میده، داره چه واکنشی نشون میده. شما گفتگو رو ادامه بدید، شما ترغیبش کنید و شما بهترین خودتون باشید. حالا یا نتیجه میده یا نتیجه نمیده. نکته چهارم، در فرصت مناسب تماس بگیرید. مکالمه تلفنی که همراه با شنیدن صدای شما باشه حس و ارتباط قوی تری رو منتقل میکنه و از طرفی هم باعث میشه که هورمون اکسیتوسین که هورمون عشقم هست ترشح بشه و شما قابل اعتمادتر و پیگیرتر هم به نظر میاد. حالا اینجا احساس امنیت، احساس هیجان و شوق اشتیاق اینجا داره فوران میکنه و مشتاق میشه که شما رو ببینه و دیت رو باهاتون ست کنه. نکته پنجم، شروع نکن به توضیح دادن که تو چطور مردی هستی، دنبال چی میگردی، دنبال چه نوع رابطه هستی و الان چه احساسی نسبت بهش داری. تو فقط توی این پیام های اولیه باید، نمیگم کلن این کارو نکن، دقت کن، میگم تو پیام های اولیه، ما داریم توی پیام در مورد پیام های اولیه صحبت میکنیم. توی پیام های اولیه تو فقط باید ارتباط رو حفظ کنی، هیجان رو بالا نگه داری، جذابیت ایجاد کنی تا بتونی توی 3 روز آینده قرار رو بذاری و توی دیتی که میذارین، دیت اول و دیت های بعدی راجع به موضوعات مهم صحبت کنی که چه سوالاتی بپرسی، چه موضوعاتی رو صحبت بکنی. در مورد تمام این موارد ویدیوهاش رو ساختیم. و اما نکته ششم، توی پیام های اول قرار دیت رو باهاش ست نکن. اگر این کار رو انجام بدی توی پیام های پنجم ششم بخوای قرار رو ست بکنی، این مورد نشون دهنده ترس شماست که سریعا میخوای قرار بذاری چون میترسی دیگه جوابتو نده یا ردت کنه و این باور رو داری که بلد نیستی ارتباط بگیری و جذبش کنی، پس میخوای تا این ارتباط کانکشن برقرار شده سریع دیت رو بذاری و این دخترم متوجه این موضوع میشه و اصلا این موضوع براش قرار نیست جذاب باشه.
از همه مهمتر باید به این فکر کنی که این دختر چرا باید هنوز وقتی هیچ ارتباطی بین شما برقرار نشده، هیچ جذابیتی ایجاد نشده با شما بیاد دیت. چقدر اصلا جذبت شده که بخواد باهات بیاد بیرون؟ چقدر اصلا اعتمادش جلب شده؟ چقدر اصلا احساس امنیت میکنه کنار تو و دیده تو آدم پیگیری هستی؟ چقدر متوجه شخصیتت شده؟ چقدر تو خودت رو معرفی کردی؟ چقدر برات جذاب به نظر میای که یک محرکی باشه که بخواد سریعا بیاد و تو رو ببینه؟ پس هر چقدر مهارت ارتباطی بیشتری رو به کار بگیرید و درست برخورد بکنید توی این پیام‌های اولیه، توی این مکالمه‌های اولیه، نتایج بهتری رو و اما نکته هفتم و آخر، بعد از شماره گرفتن یا گرفتن راه ارتباطی میذاری کلی ساعت میگذره، چندین ساعت یا یه روز بعد شروع میکنی تازه پیام دادن و ارتباط گرفتن. این اشتباه. یا اینکه خیلیاتون ارتباط رو زود برقرار میکنین و اوکیه، اما درست ادامهش نمیدین. جذابیت اولیه رو ایجاد کردین، مکالمه رو شروع کردین، هنوز دختر های تو هیجاناتش، این خانم اوکیه، نسبت به اشتیاق داره، یهو غیب میشی. چندین ساعت نیستی، یه روز نیستی، بعد دوباره میای پیام میدی، با خودت فکر کردی الان بهتره خیلی نرم سمتش، مرد آلفای سرد جذاب باشم و اون اصلا کلا دیگه تو رو آدم با انرژی مردانه بالو که پیگیر و میخواد جذبش بکنه نمیبینه، فقط اینطوری میبینه که خب حالا یکی بود اومد، منم دیگه حالا لج میکنم باز جواب نمیدم و دختر بچه لجباز درونش رو فعال میکنی، دیگه با ارتباط نمیگیره و جوابتو نمیده عمدن. پس قبل از اینکه بخوای باعث بشی دختر بچه لجباز عصبانی درونش جواب شما رو بده، ردتون کنه یا شما رو پس بزنه، ارتباط بگیرید، ارتباط رو ادامه بدید، نترسید. اگه قرار جواب نده یا دیگه نباشه، با پیام دادن شما، تلاش کردن شما این اتفاق نمیفته، بلکه با تلاش نکردنتونه که این اتفاق میفته. اگه دختری باشه که بخواد باهاتون ارتباط سالم و درستی رو بگیره، با پیگیر بودنتون بیشتر مشتاق میشه و بیشتر بهتون اعتماد میکنه. اما سوال ویدیو از اونجایی که وقتی یه دختر به شما شماره میده اونم دوست داره ارتباط با شما ادامه پیدا بکنه، شما هم به عنوان یک آقا بگید اگر یه دختر قبل از قرار اول بهش پیام میدید چطور بهتون پیام بده، چطور باهاتون برخورد بکنه، شما جذبش میشید و دوست دارید ارتباط رو باهاش ادامه بدید و برید برای قرار اول. برامون حتما این رو کامنت بکنید، نظراتتون مهمه، توی ویدیو استفاده میشه و کمک میکنید به اینکه هر دو طرف با آموزش گرفتن بهتر بتونن با هم آشنا شن، بهتر با هم ارتباط بگیرن و روابط سالم و پایدار رو ایجاد میکنید. با لایک کردنتون کلی به من انرژی میدین و اگر تازه با کانال من آشنا شدید دکمه سابسکرایب رو بزنین که ویدیو رو از دست ندین و شیر کردن ویدیو باعث میشه که به دوست خوبتون هم کمک کنین قدمی برداره برای رشد و آگاهی در جهت داشتن رابطه پایدار.